سلام، سلام به شما عزیزان، هر کجای ایران و جهان که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیون ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم، در ساعت یک بعد از ظهر واشنگتن همراه شما خواهم بود. هوای واشنگتن نه هوایی تابستانی، بلکه بیشتر نزدیک به هوایی پاییزی است. پاییز زودرسی که به این منطقه رسیده، اما پیش بینی میشه که روزهای گرمی رو در این هفته پیش رو خواهیم داشت در پایتخت آمریکا. و ما در ایران و پایتخت ایران چه میگذرد؟ خبرها همچنان بسیار است و همچنان خبرهای تأسف انگیز. وضعیت اقتصادی همچنان رو به وخامت بیشتر میرود. قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافته است، چه پیامدهایی برای مردم ایران داشته است و اساساً مردم ایران در این 40 سال چگونه و به چه شکلی محروم شدند از درآمدهای نفتی کشور خود. سیاست خارجی ایران، حکومت انقلابی ایران، ایران رو، نسل‌های کنونی و وضعیت آینده ایران رو به کجا کشانده است؟ حتی وضعیت نسل‌های آینده رو، چه پیامدهایی وضعیت کنونی برای آنها خواهد داشت؟ نگاهی خواهیم داشت به آنچه که محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری فقیه میگوید. چرا محمد جواد ظریف با همین لفظ ساده این همه دروغ میگوید؟ چه کسی عامل شکست در مذاکرات مربوط به برجام و پیامدهای آن بوده است و چه کسی عامل اصلی در امضای توافق مربوط به دریای خزر در قزاقستان بوده است؟ آیت الله علی خامنه ای، دولت شیخ، پرزیدنت، سپاه پاسداران، مجلس شورای اسلامی، هیئت‌های عزاداری در مساجد مختلف تهران؟ به راستی چه کسی قدرت رو در ایران در دست دارد یا بخش بزرگ قدرت رو در ایران در دست دارد؟ محمد جواد ظریف، وزیر خارجه فقیه، همچنان که بارها در برابر دوربین‌های تلویزیونی آمریکا و کشورهای اروپایی چشم در چشم دوربین های تلویزیون های بین المللی به دروغ گفت که در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد، اکنون نیز بارها و بارها در روزهای اخیر گفته است ایران هرگز صاحب 50% حقوق در دریای خزر نبوده است. پرسش ها در این زمینه در ارتباط با سیاست خارجی جمهوری اسلامی بسیار است و نیز اینکه عدم رأی اعتماد مجلس حکومتی به وزیر اقتصاد حکومت آیا راه حل مشکلات اقتصادی در ایران است و آیا همه مشکلات ناشی از بیکفایتی دولت شیخ پرزیدنت است یا ریشه در جایی دارد و شیخ پرزیدنت نیز بازیچه قدرتی دیگر است. با من و شما هستند آقای محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین و عضو کمپین سفارت سبز در اسلو، نروژ. همراه شما عزیزان خواهیم بود، اما پیش از آن گذری خواهیم داشت به غرب کشور، به مریوان. می دانیم در آتش سوزی جنگل های منطقه 4 فعال محیط زیست کشته شدند. آتش سوزی رو به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نسبت دادند و سپاه پاسداران در این زمینه سکوت کرده است. پس از گذری به مریوان در تشییع پیکر 4 جانباخته آتش‌های جنگل در منطقه همراه شما خواهیم بود.
و میزبان آقای محمد رضا حیدری. آقای حیدری سلام به شما در اسلو. منم خدمت شما و بینندگان برنامه‌تون سلام دارم، در خدمت شما و دوستانتون هستم. آقای حیدری، پیش از اینکه به سیاست خارجی و حکومت ایران بپردازیم، در شعارها هم شنیده میشد خواستار استعفای شخصی یا اشخاصی شده بودن به هر حال و وزیر اقتصاد حکومت، آیا راه حل‌های مشکلاتی که مردم ایران گرفتارش هستن یا دست کم بخش بسیار بسیار بزرگی از مردم ایران، چون بهره‌مندان از سفره ولایت که مستقیما به شاهای نفت ایران مربوط میشن، به هر حال چه بخوایم چه نخوایم ایرانی هستن، به هر حال آیا راه حل مشکلات مردم بر کناره این وزیر یا اون یکی وزیر هست یا این دولته اون دولته چه هست؟ مشکل اصلی، ریشه اصلی آیا اونطور که گفته میشه بیت رهبریه، ساختار خود نظامه، چه هست؟ بعد از 40 سال که از عمر جمهوری اسلامی میگذره، مردم ایران به واقع به این نتیجه رسیدن که تمام ریشه اصلی مشکلاتشون نظام ولایت فقیه و سیستمی که حاکم بر کشور شده و این فسادی که الان در واقع در جمهوری اسلامی علنی شده و خود مسئولین نظام هم دارن مطرح میکنن، با تغییر این وزیر یا رفتن این رئیس جمهور و آمدن یک رئیس جمهور دیگه از سبد نظارت استصوابی شورای نگهبان، دردی از دردها و مشکلات مردم ایران رو حل میکنه. وضعیت بیکاری جوانان و وضعیت فساد و در واقع اوج مشکلاتی که مردم ایران بهش مبتلا هستن با رفتن وزرا حل میشه، بلکه کل این سیستم باید تغییر پیدا کنه و مردم ایران هم عملا دارن در شعارهایی که در اقصا نقاط مختلف مملکت مطرح میکنن این نکته رو بیان میکنن که مشکل اصلی در واقع نه آمریکاست نه جای دیگری، این مشکل در داخل ایرانه و خود ساختار نظام جمهوری اسلامیه که مردم ایران رو فراموش کرده و با بودجه مردم ایران داره دنبال اهدافی میره که حالا بحث صدور انقلاب، بحث نفوذ در کشورهای دیگه است و عملا باعث به وجود اومدن این فلاکت برای مردم ایران شد. آقای حیدری، واقعا مشکل حکومت اینه که مردم رو فراموش کرده، یعنی یه نوع فراموشیه، یا اینکه نه باز برگردیم به این پرسش که این حکومت اساسا توان اینی که مرتبطه با مردم باشه، چون نگاهش به مردم خیلی معتقد هستن یک نگاه ایدئولوژیک از بالاست که راحل یا رهنمود یا هر چی که هست نه تنها برای دنیای مردم داره، حتی برای آخرت مردم داره. واقعا مشکل هسته اصلی، زادگاه این مشکل کجا هست؟ حکومت ولایت فقیه هست؟ چه هست؟ تازگی هم که ما دیدیم می نویسن فقه سکولار هم به میدون اومده، فقه سکولار و فقه انقلابی، یکی مطلبی دیدم با این عنوان که به طرز مضحکی غم‌انگیز بود. بله بفرمایید. ببینید جناب چالنگی، حکومت ها به دنبال منافع
ملی مردمشون و رفاه و آسایش برای اونها میان و برنامه های خودشون ارائه میدن، ولی جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه عملا برای رفاه و حال مردم ایران به وجود نیومده و شعارهایی که جمهوری اسلامی داره بحث توسعه نظام شیعه‌گری و همچنین دخالت در کشورهای دیگه تحت عنوان صدور انقلاب و آمریکا ستیزی، اینا اهدافی هستن که جمهوری اسلامی برای خودش نهادینه کرده و آمال آرزوهای خودش رو در اینها نهفته که با منافع ملی مردم ایران منافات داره، و به خاطر همین هم هستش که جمهوری اسلامی برای رسیدن به آرمانهای خودش مردم ایران رو عملا از گردونه این که بخواد براشون اقدامی انجام بده که از این وضعیت خارج بشن رها کرده و به دنبال رفاه و آرامش اونها نیست. و ما میبینیم که علی‌رغم اینکه مردم ایران به دنبال خواستهای اجتماعی خودشون، رفع مشکلات اقتصادی هستن و در شعارهایی که در اقصانقاط ایران مطرح میشه، کارگران، معلمان و سایر اقشار جامعه میان در صحنه برای اینکه بتونن مشکلات خودشون رو با حکومت حل کنن، علی‌رغم اینکه صحبت از حتی براندازی این حکومت هم نمی کنن، ولی رژیم به دنبال حل این مشکلات نیست و بحث رو به سمت اینکه ما این خواست خود مردم ایران است. حتی در همین صحبتهایی که در چند روز گذشته آقای ظریف در یک برنامه تلویزیونی مطرح کرد، وزیر خارجه، عنوان کرد که مردم ایران خودشون تصمیم گرفتن در این مسیر حرکت کنن، یعنی یه نقل قولی از جانب مردم ایران مطرح کرد، ولی این عملا یک دروغ بزرگ. مردم ایران هیچگاه حتی در خواستهای انقلابیون سال 57 هم این گونه نبوده که به سمت آمریکا ستیزی یا بحث صدور انقلاب یا این گونه موارد، حتی رفراندومی در این رابطه در داخل ایران مطرح نشده که مردم ایران بخوان دنبال این خواستهایی که نظام جمهوری اسلامی و شخص ولی فقیه به دنبالش است باشه. به خاطر همین هم هستش که عملا ما میبینیم در این 40 سال گذشته مردم ایران روز به روز وضعیت اقتصادیشون و چهره بین المللیشون در سطح دنیا داره پایین میاد و رژیم جمهوری اسلامی هم به سمت انتهای اقدامات خودش که بحث های تروریستی است و حمایت از گروه های تروریستی است داره پافشاری میکنه. خب آقای حیدری، به محمد جواد ظریف اشاره کردید. ببینید این حکومت یه خصوصیتی داره، خصوصیت بسیاری داره، البته یکی از این خصوصیت عمدهش این هست که در حکومت همه به نحوی مخالف هستن، روی مخالفین هستن، یعنی به نحوی حالا لغت رایج به کار میبرن اپوزیسیون، که منظور همون در حال مخالفت با حالا در مورد سیاست حکومت هست. شما میبینید که مثلا رؤسای جمهوری پیشین، خاتمی، محمد خاتمی به هر حال نوعی منتقد هست و غر میزنه و بعد ممنوع عکس هست. حالا عکس محمد خاتمی ممنوع بودن نبودن چه اهمیتی داره، این بحث دیگریست. اون یکی رئیس جمهور، محمود احمدی نژاد، همونطور رئیس جمهور پیشتر با مرگی مشکوک که از دنیا میره و وقتی هم که زنده بود باز از مخالفان بود و منتقدان بود. این یکی رئیس جمهور شیخ پرزیدنت، باز هم این هم از مخالفان و منتقدان هست که نمیذارن و چوب لای چرخ ما میذارن. خود رهبری جمهوری اسلامی هم از منتقدان هست و باز هم انتقاد میکنه. همین محمد جواد ظریف که شما اشاره کردید باز میگه ما میخواستیم این کارا رو بکنیم نگذاشتن و نمیذارن. کیه که نمیذاره؟ کیه که چوب لای چرخ این اون میذاره؟ کیه که همه دارن ازش مینالن در جمهوری اسلامی؟ چه هست قضیه؟ یا همه اینها به گفته برخی ها بازی هست یا یک نوع دموکراسی در یک دایره بسیار بسیار بسته حکومتی و از جنس دعواهای حوزوی به هر معنایی که در حوزه ها جاری است؟ در واقع این مشکل ساختاری خود حکومت جمهوری اسلامیه که عملا نمیتونن مسئولین زیرربطش بیان و مشکلات رو علنی برای مردم مطرح کنن. همه این افرادی که در حکومت جمهوری اسلامی بر بالاترین سطح دارن برای حفظ این نظام کار میکنن، میدونن که این ساختار نمیتونه آرمانها و اهداف مردم ایران رو برای یک زندگی بهتر مهیا کنه، اما جرأت بیان این رو هم ندارن، چون اگر به اون سمت دارن که بخوان عنوان کنن که ریشه تمام این مشکلات خود نظام ولی فقیه و خود شخص آقای خامنه ای و دستوراتی که داره میده، عملا باعث میشه که از گردونه این قدرت خارج بشن و میتونه براشون مشکلات عدیده ای رو به وجود بیاره و چه بسا منجر به این بشه که یا در زندان بیفتن یا مجبور به تبعید بشن یا مسافرت به خارج از کشور برای
ادامه زندگی. اینه که عملا به خاطر حفظ خودشون در این چرخه ادامه میدن و نمیخوان واقعیت رو به مردم بگوین که عملا مشکل اساسی کجاست. مثلا در همین صحبت‌های اخیر آقای ظریف بحثی که به وجود اومد سر قضیه برجام که چرا برجام موفق نشد و چرا در زمانی که آقای اوباما این همه امتیاز به جمهوری اسلامی داد جمهوری اسلامی نتونست از این امتیازات استفاده کنه. آقای ظریف جرأت بیان این رو در جلوی مردم نداره، اما در پشت صحنه در میان محافل خصوصی دوستان در داخل خود حتی وزارت خارجه در بین معاونین خودش عنوان میکنه که نکته اصلی و مهم خود شخص آقای خامنه ایه که مانع از این شد که ما بعد از برجام که مشکلات هسته‌ای رو با قبل حل کردیم بریم به سمت برجام‌های دیگه، که عملا همون صحبتی بود که خود آقای روحانی هم مطرح کرد، صحبت از برجام دو و سه که آقای خامنه ای مخالفت کرد و مانع از این شد و از اون طرف هم نیروهای دیگه که وابسته به خود آقای خامنه ای بودن بحث موشک به در نوشتن در واقع نابود کردن اسرائیل رو روی موشک‌های سپاه مطرح کردن و این گونه مسائل منجر به این شد که عملا برجام منجر به سقوط بشه و با دولت جدیدی که در آمریکا اومد شرایط اقتصادی مردم روز به روز بدتر بشه. این جرأت و این وجود در داخل مسئولین جمهوری اسلامی نیستش که بیان و واقعیت رو به مردم بگن و بگن که نظام در واقع ولایت فقیه باعث همه این مشکلات و این بدبختی ها برای مردم شد. کمبود شجاعت هست یا نه زیادی منافع مشترک؟ در هر صورت منافع شخصی که بر این آقایون حاکم است و از این رانت هایی که توسط جمهوری اسلامی در اختیارشون گذاشته شده و ثروت‌های بادآورده‌ای که اینها به دست آوردن و در خارج از ایران به راحتی دارن خانواده‌هاشون زندگی میکنن و فرزندانشون از این نعمت‌هایی که از طریق همین رانت‌های جمهوری اسلامی به دست آوردن دارن بهره‌مند میشن، قاعدتا نمیخوان بیان و وارد این عرصه بشن که اینها اومده بودن تحت اون شعارهایی که آقای خمینی داد برای مستضعفین قدمی بردار. اینها فقط به فکر منافع خودشون و در وهله آخر هم حفظ نظام هر اقدامی رو انجام میدن، از جمله همین دروغهایی که مکررن دارن به مردم تحویل میدن. بله، و صحبت باز محمد جواد ظریف شد و پولهایی که از ایران به خارج منتقل میکنن. آقای حیدری، ببینید اتفاقی افتاده که خیلی راحت از کنارش، حتی من میتونم به راحتی بگم که افکار عمومی ایران گذشت و حتی بسیاری از کسانی که انتظار میرفت یا نهادها یا سازمانها گروه ها هرچی هست گذشت، و اینکه اتحادیه اروپا 50 میلیون دلار کمک میکنه به ایران، نوعی تحقیر به نظر میرسه، یاد است که به نظر من چنین رسید. ایران زمانی سیاست درست نادرست هرچی که بود، اما زمان ایران به اروپا وام میداد، در بسیاری از کمپانی های بزرگ، شرکت های بزرگ، صنایع بزرگ اروپا سرمایه گذاری کرد و حتی در آمریکا و در بعضی از کشورهای خاورمیانه مثل مصر در صنعت توریسم. ایران به جایی رسیده 50 میلیون دلار وام میگیره و بعدم برای اینکه نشون داده بشه با آمریکا ما در ستیزیم و اینها، در رسانه‌های دولتی و هر چه که هست در ایران به عنوان یورو 18 میلیون یورو از این پول فعلا دریافت شد. شما به عنوان یک دیپلمات پیشین و نگاه دقیقی که دنبال میکنید اوضاع رو در ایران، خبر از چی میدهید؟ خبر از کجا بودن ایران، کجا رسیدن ایران میده برای شما؟ واقعا باعث خیلی ناراحتی برای مردم ایران و برای ما ایرانیانی که در خارج از کشور هم هستیم و این مطالب رو میشنویم و گذشته ایران رو هم به یاد داریم، عملا باعث سرفکندگیه که یک حکومتی که با اون شعارها و اون آرمانها یک حکومتی رو ساقط کرد و به قدرت رسید، امروز شرایط مردم ایران رو به حالی تبدیل کرده که برای حتی یک همچین مبلغی بخوان اینها بیان روش مانور کنن. من شما رو در واقع به خبری که خود جمهوری اسلامی عملا به دنبالش بود، پولهای خود ایران که در بانکهای آلمان بود، حتی همین اخیرا این 300 میلیون یورویی که ایران میخواست از آلمان خارج کنه، اینها
کشورهای اروپایی مانع از این شدن و خود که دولت آلمان که این پول به داخل ایران منتقل بشه، ولی حالا میان و این پول رو مطرح میکنن. در واقع این به نظر من همونجور که شما هم گفتین تحقیر کردن مردم ایرانی، یعنی واقعا اونها مردم ایران رو به هیچ میانگارن به واسطه اینکه دولت جمهوری اسلامی این کار رو انجام داده و مردم ایران رو عملا در عرصه بین المللی به هیچ انگارده و با رفتارهایی که داره انجام میده باعث تحقیر مردم ایران شده، ارزش گذرنامه، ارزش پول ملی ایران رو به مرزی رسونده که حتی همسایه های اطراف ایران هم با ایران یک رفتار در واقع تحقیرآمیزی رو انجام میدن، به خصوص مثلا توریست های عراقی یا حتی افغانی هایی که الان از ایران به خاطر شرایط اقتصادی دارن به کشور خودشون برمیگردن. اینها برگرفته همه از اینه که این حکومت برای بهبود و شرایط بهتر اقتصادی مردم ایران هیچ اقدامی رو نخواهد کرد و روز به روز که از عمرش میگذره باعث سرفکندگی مردم ایران شده و این خود مردم ایران هستن که باید برای رهایی از این سیستم اقدام کنن و عملا با هم متحد بشن برای اینکه از این وضعیت خارج بشن. در غیر این صورت کشورهای اروپایی به دنبال منافع خودشون هستن، حتی آمریکایی ها هم در نهایت با فشارهایی که میارن قاعدتا میتونن همون گونه که پشت پرده باز مذاکراتی رو داشتن با این حکومت مذاکراتی رو انجام بدن برای رسیدن به منافع خودشون، و این مردم ایران هستن که باید خودشون برای رسیدن به آزادی و اون در واقع رفاهی که مد نظرشون هست خارج بشن و در صحنه حضور پیدا کنن و شر این حکومت راحت بشه. صحبت مذاکره با آمریکا رو پیش آوردید. ببینید در واشنگتن این نظر هست و جای جایی در محافل سیاسی واشنگتن شنیده میشه که مشکل در آمریکا نیست. یعنی همونطور که شما هم در پیشتر اشاره کردید که دوران اوباما این همه امتیاز داده شد به حکومت ایران. پولهای نقد گرفته تا حالا خبر که منتشر شده گرین کارت و مقدمات به اصطلاح شهروندی آمریکایی به وابستگان به حکومت، درهای باز بسیاری از جاها به روی فرستادگان حکومت ایران و بسیاری از کارها، نامه های عاشقانه آقای اوباما با آیت الله خامنه ای و بقیه، یا در دوره بیل کلینتون چون این بوده. اما چرا به جایی نرسیده؟ در پاسخ به این پرسش این حرف مطرح هست که مشکل در ایران هست، یعنی در ایران یک حکومت یک پارچه و یک دستی وجود نداره، حکومت های مختلفی وجود داره که با کدوم مذاکره باید کرد؟ با دولت شیخ پرزیدنت بیت رهبری مخالفه، با بیت رهبری عواملی هستن که اعمال نفوذ میکنن و ابراز مخالفت، هر کدوم منافع خودشو در یه خط و یه راستایی میبینه. البته منافع مشترک اونجاست که در حفظ حکومت هست که بتونن شاخ و برگهای خودشونو سامان بدن. مشکل در ایرانه به دلیل پراکندگی قدرت و اینه که به جایی نمیرسه تلاشهای حتی واشنگتن در دوره اوباما. تفسیر شما رو بیشتر. ببینید جمهوری اسلامی از همون پیدایشش یک ترس و وحشتی رو داشت از اینکه بخواد با آمریکا رابطه سالم و مستقیمی رو داشته باشه. به صورت پنهانی در برخی موارد مذاکراتی رو با هم داشتن و با توجه به اینکه مردم هم نامحرم بودن این موارد عملا در اختیار عموم قرار نگرفته و بعدا از طریقهای مختلف افشا شده. جمهوری اسلامی این ترس و وحشتش از اینکه این آمریکا نمیتونه اعتماد کنه و میتونه ارتباط داشتن با آمریکا منجر به این بشه که باید مرحله به مرحله به سمت خواسته های بیشتر آمریکا پیش بره، و از اونجایی که آقای خامنه‌ای حتی در صحبتاش هم مطرح کرده میتونه باعث استحاله جمهوری اسلامی بشه و عملا از جمهوری اسلامی و آمریکا ستیزی و دشمنی با غرب چیزی دیگه باقی نمونه که آقای خامنه‌ای بخواد روی اونها مانور کنه و نظام ولایت فقیه. قاعدتا این ترس و وحشت منجر به این شده که نخوان مستقیما وارد مذاکره با آمریکا بشن و اون وحشتی که در جمهوری اسلامی هستش که بحث بقای خودش رو در این آمریکا ستیزی و در واقع نزاع با غرب میبینه منجر شده که عملا همه این مذاکرات مختوم بشه و نتونن به اون نقطه غایی که میخوان برسن، وگرنه صحبت هایی که آقای ظریف و آقای کری در قبل از برجام انجام دادن میرفت به اون سمت و سوی بره که عملا سایر مراحل هم حل بشه و مشکلات به سمت و سوی بره که آقای روحانی حتی وعده هاشو
شده بود، اما ما میبینیم که آقای خامنه‌ای میاد و جلوی این موارد رو میگیره و باز برمیگردونه مملکت رو به همون مسیر قبلی خودش. من فکر میکنم عملا ترس و وحشت جمهوری اسلامی از بقای خودش منجر شده که نخواد با آمریکا یک رابطه درست و معقولی رو داشته باشه، و این آمریکا ستیزی هم قاعدتا اگر از جمهوری اسلامی بگیریم در منطقه چیزی به نام دیگه جمهوری اسلامی نخواهد. آقای حیدری ببینید، جمهوری اسلامی که شما اشاره میکنید که به هر حال آمریکا ستیزی رو میخواد، آیا واقعا حرف اینه که یک حکومت یک پارچه است مثل حتی کره شمالی، یا این که همونطور که اشاره کردید محمد جواد ظریف یا گروه دیگه یک جریانی رو هدایت میکنن یا رهبری میکنن یا نمایندگی میکنن و جناهای دیگه هم هستن؟ خود محمد جواد ظریف حتی حرفی که میزنه اینه که به منتقدانش در درون این دایره وسطه ولایتی، نه علی اکبر ولایتی، میاد و این حرفو میزنه که شما هی میگید آمریکا هیچ کاری نمیتونه بکنه، ولی در این حال هر اقدامی که میشی میگید کار آمریکاست. به هر حال تمایل ظریف و گروه او به هر دلایلی، سرمایه گذاری هاشون هست در آمریکای هرچی که هست شخصی، اینها پنهان نیست برای برقراری روابط با آمریکا. ولی جمهوری اسلامی واقعا در سیاست خارجیش یک پارچه است که عقب جلو رفتنهاش به اصطلاح قابل تحلیل یک دستی باشه. ببینید جناب چلنگ، جمهوری اسلامی در واقع در کل مجموعه شون، اینها همشون از نوع اصلاح طلب اصولگرا، همه در یک بسته هستن و تحت نظارت خود ولی فقیه دارن یک بازی رو با جامعه جهانی و مردم ایران انجام میدن. و اینکه الان ما میبینیم که حتی در آمریکا هم به این نتیجه پی بردن که بین اصولگراها و اصلاح طلبان هم هیچ تغییری، هیچ فاصله ای وجود نداره و هیچ تفاوتی با هم ندارن و اینا هر دو در جهت منافع ولی فقیه دارن حرکت میکنن، عملا مردم داخل ایران هم به این نتیجه رسیدن که بین اصولگرا و اصلاح طلب هیچ چیزی نیست و اینها هر دو در جهت منافع نظام جمهوری اسلامی و در واقع شخص ولی فقیه دارن حرکت میکنن. و اینکه الان اخباری منعکس میشه که مثلا آقای ظریف یه خورده معتدلتره یا مثلا آقای متکی وزیر خارجه قبلی یک مقدار تندروتره، اینا عملا چیزهایی هستش که از داخل ایران منتشر میشه و توسط نیروهای خود جمهوری اسلامی در خارج از کشور در محافل دیپلماتیک اینگونه القا میکنن، حتی در رسانه‌های بین‌المللی، که این افراد ملایم‌ترن و این افراد تندروترن تا بتونن در واقع یک دموکراسی نیمبندی رو از داخل جمهوری اسلامی به خارج منتقل بدن و بگن که در واقع در داخل جمهوری اسلامی هم ما یک دموکراسی داریم و جناح تندرو و کندرو داریم. اینا همشون عملا پشت صحنه برای حفظ نظام و برای این سیستمی که به وجود اومده با هم متحد هستن و در راندهای اقتصادی و در فشاری که به مردم میان هیچ گونه تفاوتی با هم ندارن و اینا الان در داخل مردم کاملا بهش پی بردن و در خارج هم من فکر میکنم اروپایی‌ها به این نتیجه رسیدن ولی نمیخوان اذعان کنن، ولی دولت امروز آمریکا عملا اینو مطرح میکنه و آقای پومپو در همین سخنرانی اخیری که مطرح کرد عنوان کرد بین ظریف و روحانی و خامنه‌ای دار و دستش هیچ تفاوتی وجود نداره و اینا در واقع یک حکومت منسجم هستن که ایران و کشور ما و منافع ملی ایرانو دارن به یغما میبرن. همراه شما عزیزان خواهیم بود و میزبان آقای محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین و عضو کمپین سفارت سبز. تا لحظاتی دیگر، حقوق ایران در دریای خزر چه بود و در قزاقستان محمد جواد ظریف آیا راست میگوید که حقوق ایران رو تأمین کردن در دریای خزر و شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام و بالعکس حسن روحانی بر چه توافقی امضا نهاد؟ تا لحظاتی دیگر. خب من یکی دو خبر هست اینجا به سرعت با شما در میون بزنم پیش از ادامه گفتگومون با آقای محمد رضا حیدری. قطعا بسیاری از شما عزیزان خبر دارید که جان مکین سناتور جمهوری‌خواه
و از افراد مؤثر در بیش از دو دهه اخیر در عرصه سیاسی آمریکا، به ویژه در عرصه سیاست خارجی آمریکا درگذشت. در روزهای آخر او که با سرطان مغز در جنگ بود، خواستار اون شد که معالجاتشو یا ادامه معالجاتشو قطع کنن، چون به بی ثمر بودن اون پی برد. جان مکین علی‌رغم انتقادهایی که به روش سیاسی او شده از طرف مخالفانش، هواداران بسیار در آمریکا داشت و جدای از همه این موضوعات و مسائل و انتقاد و هواداری، مسافری که رفت از واشنگتن، جان مکین خصوصیات اخلاقی بارزی داشت، انسان بسیار فروتنی بود و هرگز از بالا به مردمان نگاه نکرد و بسیار دیده شده در جای جای عادی در واشنگتن، حتی در جای جایی که خود شخصا با داشتن کسانی وسایل خودش رو نه تنها حمل میکرد، بلکه دیده شده که به دیگران در جای جایی از این بابت حتی در کنار مردمانی بوده که نیاز به کمک داشتن و حاضر بود و فعال. خبر دیگه این که کنگره آمریکا نشان طلایی خودش رو به محمد انور سادات، رئیس جمهوری فقید مصر، به خانواده او اهدا کرد به مناسبت 100مین سالگرد تولد انور سادات. به پاس آنچه که در خدمت به صلح به گفته کنگره آمریکا و بسیاری دیگه انجام داد، درهای صلح، آشتی و آرامش رو در منطقه گشود در زمان خود، در زمان امضای پیمان کمپ دیوید که حقوق بسیاری رو برای فلسطینی ها تأمین میکرد، کشورهای عرب و از جمله فلسطینی ها نیز، رهبران فلسطینی، عرفات، یاسر عرفات و بقیه به او پشت کردند. انور سادات در تاریخ مصر، منطقه و جهان شخصیتی صاحب نام و شخصیتی بارز ماند و خواهد ماند. این رو من مایل هستم همینجا اشاره بکنم. خب انور سادات از پادشاه فقید ایران استقبال کرد در شرایطی که درهای بسیاری در خانه های دوستان دیگر به روی او بسته شده بود. عبود زمر، طراح اصلی قتل انور سادات، در سال 1981 وقتی که از او در دادگاه پرسیدند، یعنی معلم در واقع خالد استانبولی و بقیه، از او پرسیدند که پذیرایی استقبال از شاه ایران چند اندازه در قتل سادات مؤثر بود، تصمیم شما برای قتل او، سخنی گفت قابل تأمل. اینکه ما کاری رو که انور سادات در مورد شاه ایران انجام داد، هر مصری دیگری در حق دوست خودش انجام میداد. مشکل ما با انور سادات این نبود. سخنی قابل تأمل. و نیل سایمون، نمایشنامه نویس بسیار مشهور آمریکایی، درگذشت در سن 91 سالگی. طنز ویژه نیل سایمون سالیان سال بر برادوی نیویورک حکومت میکرد، در نمایش های بسیار که برخی از این نمایش نامه ها به فیلم در اومد، از جمله آد کاپل با بازی های جاودانی والتر ماتیو و جک لیمون، و همینطور برهنه در پارک، پا برهنه در پارک و فیلم های دیگری. کمدی های او کمدی های ویژه بود، طنز او طنز ویژه بود، نوعی طنز ملودرام یا نوعی غم و شادی در هم تنیده شده. حرف درخشان نیل سایمون هست که در هر موقعیت غم انگیزی نکته‌ای برای خندیدن هست و بالعکس. خبرهای خوشی امیدواریم در آینده برای شما عزیزان داشته باشیم. همراه شما خواهیم بود و میزبان آقای محمد رضا حیدری. تا لحظاتی.
آقای حیدری، برمیگردیم به محمد جواد ظریف و اون چی که در قزاقستان انجام شده. به نظر میرسه هر اون چی که بوده رو چندون مایل نیستن به صراحت بیان و بگن به مردم، با مردم در میان بذارن. آقای ظریف میگه هرگز ایران صاحب 50% حقوق نبوده و به نقشه نگاه کنید و اینها و میبینید سواحل دیگه هست. حرف تا اندازه‌ای و در جایی درسته، اما واقعیت اینه که ایران در زمان شوروی سابق توافقهایی که داشت 1921 و 1940 در واقع 50-50 بوده، نبوده چنین؟ این گونه بوده، ولی خب همون جونه که خودتون مطلع هستین، جمهوری اسلامی معمولا هر گونه توافقی رو که انجام داده مردم ایران رو محرم نمیدونه که بخواد بیاد و اینها رو علنی برای مردم بازگو کنه. در سایر توافقاتی هم که جمهوری اسلامی در طول 40 سال گذشته انجام داده، بحث آزاد شدن گروگان ها، بحث پایان جنگ و حتی همین برجام و آخریش هم که همین کنوانسیون در رابطه با دریای خزر، عملا مردم ایران محرم نیستن از جزئیات و مفاد داخل این عهدنامه ها یا این توافقات، و مردم امروز بر اساس همین فضای مجازی که یک مقدار باعث شده اونها آزادانه تر و اطلاع دست پیدا کنن، خب اخباری رو میشنون. وگرنه جمهوری اسلامی قاعدتا هیچ گونه اهمیتی به این مسائل نمیده و با توجه به این که به دنبال این هستش که همپیمانان خودش رو و اونهایی رو که میخواد همراه خودش داشته باشه قانع کنه که میتونه بهشون امتیاز بده، قاعدتا در این راستا عمل میکنه. ما میبینیم که در دریای عمان حق صید ماهیگیری رو برای چینی ها محفوظ میداره و آقای ظریف در همین صحبت های اخیرش خیلی این مسئله رو عادی جلوه میده، و در قضیه دریای خزر هم قاعدتا روس‌ها رو خوشنود نگه داشتن، چون اونها به فکر این هستن که چنانچه اتفاقاتی بخواد در آینده به وجود بیاد و اروپایی ها هم بیان در صف آمریکا قرار بگیرن، نیاز به این داره که چین و روسیه رو به عنوان دو متحد کنار خودش داشته باشه. خب معمولا از منافع مردم ایران هم این بذل و بخشش ها رو دارن انجام میدن. بله، و یک نکته دیگه در مورد سوریه، قرار هست که به زودی در اوایل سپتامبر ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان به ایران برند و نشستی درباره سوریه داشته باشند. آیا توازن نقش ها در سوریه به اندازه به اصطلاح ابعاد همون میز مذاکرات سه جانبه خواهد بود؟ به معنی دیگه آیا ایران شریک روسیه است در اوضاع سوریه یا نه به اصطلاح دستیار سوریه است؟ چه کار است؟ خب جمهوری اسلامی عملا کارتی است در اختیار آقای پوتین که با این کارت داره بازی میکنه، و ما میبینیم که حتی در داخل سوریه با توجه به فشاری که اسرائیل آورده و ملاقات هایی که آقای نتانیاهو با مقامات روسی داشتن، این مطلب رو عنوان کرده که باید نیروهای جمهوری اسلامی و حتی نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی یعنی حزب الله از خاک سوریه خارج بشن، و اینها کمون اینکه ما میبینیم عقب نشینی هایی رو انجام دادن و عملا در راستای همون نامحرم بودن مردم ایران این موارد رو عنوان نمی کنن. قاعدتا در همین اتفاقاتی که برای سوریه قرار انجام بشه و بحث نوشتن قانون اساسی جدیدی که مطرح شده از طریق سازمان ملل که ایران هم دعوت شده، و حتی همین جلسات سگانه ای که بین ترکیه و ایران و روسیه داره انجام میشه، نقشی برای جمهوری اسلامی برای آینده در داخل سوریه اینا متصور نیستن، و خودشون هم در داخل خودشون این مطلب رو دارن عنوان میکنن که عملا روس تا به اونها خیانت خواهند کرد، و کما اینکه تاکنون هم این کار رو انجام دادن. ولی خب همون جوری که خدمتتون گفتم، جمهوری اسلامی چون دوستی در منطقه نداره و جز روسیه و قاعدتاً چین به کسی دیگه هم نمیتونه اتکا کنه، در این راستا نمیاد و این موارد رو به صورت شفاف با مردم در میون نمیذاره. خب ببینید، مسئله دوست در روابط خارجی خیلی مطرح میشه، ولی باز هم از زبان بسیاری از دیپلمات‌ها یا کسانی که در عرصه سیاسی می نویسن این حرف رو یه به چرچیل هم نسبت میدن و به چند تن دیگه، که ما در سیاست یا دست کم سیاست خارجی دوست نداریم، منافع داریم. اگه جمهوری اسلامی هم بیاد
همین حرف چرچیل رو مثلا به نحو دیگه به نقل از علامه مجلسی یا کسی بگه چه خواهید بود؟ بگه آقا ما دوست لازم نداریم، مساله و منافع داریم، مساله اسلام هست، مساله حکومت هست، مستضعفین هست، مساله شیعه هست، به این دلیل از در یمن هستیم، در لبنان هستیم، جای دیگه چه خواهید گفت؟ خب این همون چیزی هستش که عملا جمهوری اسلامی ساختارش بر گرفته از همین موضوع است. بحث صدور انقلاب و بحث حضور در سایر کشورها رو اینگونه القا میکنن که ما حضور مون در اونجا برای پیشبرد بحث شیعه است، برای صدور انقلابه و برای کمک به این که ما بخوایم جلو اسرائیل و عملا صهیونیستا رو بگیریم و در همین راستا منافع مردم ایران رو عملا به تاراج قرار دادن و ما میبینیم که مشکلاتی که در داخل ایران هست رو نمیتونن اینا براش راهکاری داشته باشن، اما میان در بحث بازسازی سوریه دخالت میکنن یا در داخل یمن دخالت میکنن یا در عراق، افغانستان و نقاط دیگه، که البته پشت این قضیه هم یک نکته نهفته است که جمهوری اسلامی همواره معتقد بودن اون تئوریسیناش که ما با ایجاد بحران در این کشورها میتونیم از این بحران ها به نفع خودمون استفاده کنیم برای حفظ نظام و بقای نظام، و این یه نکته ای هم هستش که نباید ازش غافل بشیم که قاعدتا جمهوری اسلامی در این راستا داره با این نیروهای تندرو همکاری میکنه و منافع غرب رو به نوعی به چالش میکشه تا در بزنگاهایی که لازم باشه بخواد در مذاکرات های پشت پرده امتیازاتی رو به نفع خودش و بقای خودش بگیره. خب بله، یعنی در واقع میگه منافع ما نه منافع مردم ایران، یعنی از این بابت بخشی از حرف یا بخشی از سیاست چرچیل رو پیش میبره، چون اگر این حرف منتسب به چرچیل به هر حال منافع انگلستان هم در نظر بود، اینجاست که از هم جدا میشیم. بفرمایید. در هر صورت جمهوری اسلامی همونجور که خدمتتون گفتم اولویتش منافع نظام و حفظ نظام نه منافع مردم ایران، و به خاطر همین هم هستش که این مشکلات رو عملا با اینکه حس میکنن مردم ایران تحت فشار هستن و مشکلات عدیده دارن عملا اقدامی در جهت بهبود این شرایط نمیکنن برای وضعیت مردم، اما برای اون اهدافی که برای نظام هست و بقای نظام هست دست به هر اقدام و نرمش قهرمانانه خواهند زد. با سپاس بسیار از شما آقای محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین و از روی کمپین سفارت سبز، سپاسگزار هستیم. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. مایل هستم چند خبر هست با شما عزیزان در میون بزنم. در گفتگو با آقای حیدری صحبت سفر زائران یا شهروندان کشورهای دیگه به ایران شده. بیشتر این شهروندان با عنوان تورهای مذهبی یا زیارتهای مذهبی به شهرهای مشهد و قم میرن که در واقع اونجا یک نوع بازار سکس مجاز جریان داره، در جریان هست، و بعد از انقلاب اسلامی است که بسیاری از کشورهای منطقه که خبری از داشتن شیعه نبود سفرهاشون به ایران هواپیماهای به اصطلاح دربس یا چارتر زیاد شد، مسافران شیعه به مشهد و جاهای دیگه. متاسفانه چون رواجی بازار سکس در ایران یکی از جاذبه های توریستی شهرهایی مانند مشهد و قم شده که آقای محمد قانعی رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی آمده و گفته حضور مردان مجرد عراقی در خانه مسافرها یا خانه مسافرها همراه با زنان ایرانی رو تایید کرده. به روزنامه شهروند گفته در شهرهایی مثل مشهد و قم که زائر پذیر هستند مراوده و مراجعه افراد غیر ایرانی به خصوص عربهای عراق خیلی بیشتر مشهود است و حالا با مطرح شدن موضوع ازدواج موقت بیشتر باید مراقب باشیم. مراقب چی؟ زیاد توضیح ندادم. نام ایران میان عراقی ها بد مطرح می شود، ایشون گفته، شاید منظور این هست، مثل همان نگاهی که خیلی از ایرانی ها به تایلند دارن. یعنی اگر می گفتن
ایران شده اسپانیا، مهدوی ها مهدوی ها، الان دیگه ایران شده تایلند، مهدوی ها مهدوی ها. از این شعار رو شاید داد، یا دست کم مشهد و قوم چون این شده. این موضوع اگرچه بارها تکذیب شده و سخت از آن صحبت می شد، اما حالا معتقدیم که باید نسبت به آن حساسیت ایجاد و درباره اش صحبت کرد. منظورشون مراقبت همین بوده. پس متاسفانه نمی شود آشکارا با این مشکل برخورد کرد، چرا که مجبوریم سرمایه گذاری در بخش گردشگری را فعال نگه داریم. بله، یعنی نمیشه، به هر حال حرف این هستش که نمیشه با این مشکل برخورد کرد. از یک طرف میگن باید برخورد کرد، طرف دیگه نمیشه. سرمایه گذاری اسمش هم هست بخش گردشگری. به هر حال بخشی از همین گردشگری متاسفانه این شده که صادرات فحشا از ایران به کردستان عراق و کشورهای عرب منطقه، امارات متحده عربی بسیار شده. بخشی از گردشگری برای به هر حال. رئیس سندیکای صنایع داروهای انسانی گفته وضعیت داروسازی زمان جنگ بهتر بود. خبری است. بله، وضعیت دارو، این رو هم من بگم، هرگز دارو جز تحریم هایی نبوده که درباره برنامه های حکومت ایران وضع شده، چه در آمریکا و چه در اروپا. حرف ایشون است. صحبت دارو شد و بیمارستان ها طبعا تأثیر پذیر از وضعیت دارو. خود شما عزیزان بهتر از هر کسی در جریان هستید کم بوده دارو و چه وضعیتی داره در تهران، ناصر خسرو و جاهای دیگه، مرکز فروش داروهای قاچاق و تاریخ گذشته و همه اینها. کارکنان بیمارستان امام خمینی در کرج ماها حقوق نگرفتن، با هم میبینیم. پرسنل بیمارستان امام خمینی ملی 4-6 آهنگران های خب شعارهایی که میدادند عزیزانی که 10 ماه هست حقوق نگرفتن، از جمله درباره آهنگران، نامی که حیا کن بیمارستان رها کن. پرسشی است این که آیا بعد از 40 سال میشه طلب حیا کرد از مسئولانی که زمین ساز عدم پرداخت 10 ماه حقوق پرستاران و کارکنان بیمارستان هستن؟ بر بیمارستان فقط نام خود رو گذاشتن کفایت نمی کنه. آنچه که بعد از انقلاب روی داد، اسامی بر بیمارستان های پیش از انقلاب ساخته شده و برگرداندن نام اونها به آیت الله خمینی و دیگران، همچنان که دانشگاه های ایران مثل دانشگاه ارجمند ملی ایران به دانشگاه بهشتی. بله، مایل هستم پیامی از شما عزیزان رو در اینجا با هم بشنویم. معذرت میخوام آقای چوالنگی، من میخواستم به عرضتون برسونم قرارداد گلستان و چمنچای که بسته شد، 50-50 بوده، ولی قرارداد ترکمنچای یه آخوندی در مسجد شاه یه سخنرانی میکنه و مردم تجهیز میکنه که حمله میکنن به سفارت شوروی، که گویا گفته بوده که زنان گرجی ناموس ما بودن و به سفارت شوروی میرسن یه در رو میکشن فلان اینا. ولی این حمله رو آلمان کرده بوده، شروع جنگ رو شروع کرده بوده، که با پرداخت غرامتی به دولت آلمان به شوروی پس از فروپاشی شوروی
که 250 میلیارد بوده و این پول رو دولت ایران در همون زمان داشت که شوروی پول احتیاج داشت که آقای احمدی نژاد صرف جاهای دیگه کرد. اینو من خواستم به عرضتون برسونم. اینو شما اگر میشه یه تحقیقی بکنین، این مسئله خیلی مهمه. خیلی متشکرم از برنامه‌تون. خداحافظ. بله، چند مسئله رو شما دوست از با هم مطرح کردید. اولا اینکه سپاسگزار هستم از لطف شما، محبت شما و توجه شما. اما قرارداد ترکمنچای و گلستان خوب داستان بسیاری داره. مورد 50-50 نداشت. بخشی از ایران متاسفانه به قلمرو امپراتوری روسیه اون زمان اضافه شد و امتیازات دیگره. بله، زمین سازه و در اون زمان هم طبعا شوروی نبود. قصد شما قطعا روسیه هست و در اون زمان هم همونطور که اشاره کردید زمین ساز جنگ با روسها. داستان بسیار طولانی هست. ملایان بودن و چه اثراتی گذاشتن و چه زمینهایی و چقدر واقعا چه دستی خود روسهای اون زمان داشتن در برانگیختن این جنگ و برانگیختن ملایانی که به هر حال رفت و آمدهایی به سفارت روس داشتن یا عواملی با اونها نشست و برخاست داشتن. اینا بحثای طولانی هست. به هر حال آنچه که بود، بخشی از ایران جدا شد، به روسیه زمینه شد که بسیار غم انگیز هست. در مورد شوروی هم که اشاره میکنین مربوط به جنگ دوم جهانی است. برای دوستان یا کسانی که در جریان نیستن که اون هم داستان دیگه است. پرداخت غرامت های آلمان و بعد ماجراهای بسیار زیادی و دالان به اصطلاح لهستان و زمینه شدن بخشی از خاک لهستان به آلمان یا آلمان به لهستان و بقیه مسائلی که هست، اینا داستان های بسیار زیادی هست در قراردادهای بسیار پیچیده بعد از جنگ و بعد از شکست آلمان ها و پیامدهاش بعد از فروپاشی شوروی. پیام بعدی رو با هم میشنویم. ضمن سپاس دوباره از شما شنونده بیننده پیش. درود با عشق به جناب چالنگی و عرض ادب به شما و بینندگان برنامه. مهرداد هستم از اروپا. من علاقه فراوان به برنامه شما دارم، چرا که آزادی بیان زیر مجموعه شماست و شما همیشه شیک و خوش لباس هست. مورد برنامه تفسیر خبر چهارشنبه 24 مرداد، توجه به تحقیق و بررسی از خسرو فروهر تقریبا غیر ممکن است که زمین های بین المللی حقوق معاهده را معکوس کند در ایران آزاد درباره دریای خزر. افسوس و خشم‌آور است. مطمئنا برای شما، من، مردم عزیزمون در هر کجای دنیا، اگر هر کاری باید انجام شود باید اکنون انجام شود، چرا که من مطمئنم که هر معاهده زیر هر قوانین 14 روز یا بیشتر زمان حق باطل شدن دارد. مردم باید اکنون همه با هم کودتا کنند. برای مثال و با احترام، اگر شخص من امروز مشکلی با شما دارد و شما صدا و اعتراض من را نادیده گرفته اید، سپس من باید خود را بیاورم به مکان شما. بنابراین مردم با هم از تمام ایران زمین برای آزادی هدف خود اعتراض خود را باید بیرون خانه های مسئولین ببرند، چرا که به آنها مسئولین نشان می دهد که کسب کار چیست و درباره آقای جواد حصار اقدام وی واضح نشان داد دیکتاتوری مسئولین کشورمان و خود را. در تجربه من، افراد که به علم و درک نرسیدن، دانایی آنها زور و خشم و ستم قرار گرفته است. از این رو گزینه آسان از خروج سریع را انتخاب می کنند. سپاسگزارم. با سپاس از شما دوست عزیز در هر کجای که هستید، سپاسگزاریم از توجه شما و پیامی که گذاشتید و نکاتی رو که مطرح کردیم. امیدواریم مورد توجه مخاطبان، مورد نظر شما هم قرار بگیره. سپاسی دوباره داریم از شما. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، از شما نیز بسیار سپاسگزار هستیم که با ما همراه بودید تا این لحظه
به اتفاق همکارانم برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم و اینکه هر پیامی که دارید برای ما بفرستید از طریق صدا میتونید پیام خودتون رو بگذارید از طریق این شماره تلفن و نشانه هایی که میبینید روی صفحه تلویزیون. به پایان برنامه رسیدیم با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوهساران دنادراک، الوند، کوه، زگرس و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد.